جام جهانی 2022 برای خیلی از بازیکنهای بزرگ اهمیت ویژه‌ای داره. بعضیاشون اولین جام جهانیشونه و برای یه سریای دیگه آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ایشونه. امروز میخواییم به 10 تا از بازیکنهای اشاره کنیم که قطر آخرین فرصتشون برای فتح این جام ارزشمنده. شماره 1، کریستیانو رونالدو. CR7 سه ماه دیگه 38 ساله میشه و به نظر میرسه عملکردش تو سراشیبی قرار گرفت. بنابراین احتمال داره این فوق ستاره پرتغالی تو قطر با بازیهای ملی خداحافظی کنه. وقتی جام جهانی بعد برگزار میشه رونالدو 41 ساله خواهد بود. خیلی سخته که بتونه تو اون سن آماده باشه و تو یه جام جهانی دیگه هم بازی کنه. پس از تک تک لحظات بازیش تو قطر لذت ببرین، چون ممکنه دیگه هیچ وقت اونو تو جام جهانی نبینید. شماره 2، نیمار جونیور. در حالی که برای CR7 شک داریم، راجع به نیمار تا حدودی مطمئنیم. این برزیلی 30 ساله خودش گفت جام جهانی 2022 آخرین جام جهانی عمرش خواهد بود و فکر میکنه این ظرفیت رو نداره که توی یه تورنمنت دیگه هم حضور داشته باشه. با وجود اینکه تو اون تورنمنت فقط 34 سال خواهد داشت، تصمیم گرفت توش حضور نداشته باشه. شماره 3، آنخل دیماریا. دیماریا یکی دیگه از بازیکن‌هایی است که اعلام کرد بعد از قطر تو مسابقات جام جهانی حاضر نخواهد شد. در واقع اون گفت وقتی تو ماه دسامبر این تورنمنت تموم شد، از فوتبال ملی کنارگیری خواهد کرد. بنابراین قطر آخرین آوردگاهی است که دیماریا رو تو لباس آرژانتین می‌بینیم. آیا می‌تونه مثل سال قبل که گل مسابقه فینال رو تو مسابقات کوپا آمریکا به ثمر رسوند، این فینال هم گل بزنه و کار رو برای آرژانتینیا در بیاره؟ باید ببینیم چی میشه. شماره 4، توماس مولر. مولر دوران حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای داشت، ولی متأسفانه رسانه‌ها زیاد بهش نمی‌پردازن. اما تو سن 33 سالگی به نظر میرسه اون کارایی قبل رو نداره. دیگه تو ترکیب فیکس بایرن بازی نمی‌کنه و تو خیلی از بازی‌های آلمان هم حضور نداره. به احتمال خیلی زیاد به خاطر تجربه‌ای که داره تو ترکیب فلیک خواهد بود. اما احتمالاً این جام جهانی برای کسی که کفش طلای 2010 رو برنده شد، آخرین جام جهانی عمرش خواهد بود. شماره 5، سرخیو راموس. اگه راموس به جام جهانی 2022 دعوت میشد، به احتمال خیلی زیاد برای این بازیکن 36 ساله آخرین جام جهانی عمرش میبود. بین همه اونایی که تو این لیست قرار دارن، به احتمال خیلی زیاد اگه دعوت هم میشد زیاد بهش بازی نمیرسید. جدا از مصدومیت‌هایی که اخیراً گریبانگیر شدن، انریکه اعتمادش به کاپیتان سابق رئال مادرید را از دست داد و دوست داره به بازیکن‌های جوان مثل اریک گارسیا و تورس بازی بده. البته آیمریک لاپورت رو هم تو پست دفاع وسط داره. شماره 6، لوکا مودریچ. وقتی تو جام جهانی قبل با کرواسی به فینال رسید، واقعا شاهکار بزرگی کرد و هنوز هم یکی از بازیکن‌های اصلی رئال مادریده. فصل قبل تو برنده شدن لیگ قهرمانان رئال نقش زیادی داشت. ولی خب مهم نیست چقدر خوب باشه. رئیس کوچک مثل هر بازیکن دیگه یه انسانه. برنده توپ طلا در حال حاضر 37 سال سن داره و مطمئناً این جام جهانی آخرین جام جهانی عمرش خواهد بود. حتی شاید بعد از این مسابقات از فوتبال ملی هم کنار بره. کی میدونه؟ شماره 7، لوئیس سوارز. سوارز هم تو سراشیبی دوران حرفه‌ایش قرار گرفت. بدون شک اون یکی از بهترین مهاجم‌های نسل خودشه و کلی به زیبایی‌های جام جهانی و البته حاشیه‌هاش اضافه کرد. از گاز گرفتنش تو جام جهانی 2014 گرفته تا اون هندی که تو یک چهارم نهایی 2010 مرتکب شد. بنابراین اگه بعد از این مسابقات فوتبال رو کنار بذاره، مطمئناً دلمون براش تنگ خواهد شد. ولی خب احتمالاً یه شیرینکاری دیگه تو قلبه، یعنی ادینسون کاوانی هم به احتمال خیلی زیاد آخرین جام جهانیش رو بازی خواهد کرد. البته در حال حاضر به خاطر مصدومیتی که پیدا کرد تحت نظره، ولی خب احتمالاً میتونه به مسابقات حذفی این دوره از رقابت‌ها برسه. شماره 8، کوین دی بروینه. دی بروینه نگفت که میخواد بازنشست چه. در واقع اون نمیدونه 4 سال بعد چه اتفاقاتی براش میافتد. ولی اون همیشه از اینکه بازی‌های ملی باعث میشه برنامه‌های فوتبالیستا سفت و سخت باشه گلایه داره. بنابراین تو سن 31 سالگی شاید به این فکر کنه که بعد از این تورنمنت با مسابقات ملی خداحافظی کنه و روی بردن جام‌های مختلف با تیم پرستاره منچستر سیتی بیشتر تمرکز کنه. اون گفت برای اولین بار امسال کل خانواده‌اش به دیدن مسابقاتش تو قطر میرن. چون به قول خودش این جام جهانی خیلی خاص خواهد بود و دلش نمیخواد بچه‌هاش از دستش بدن. شاید این حرفش پیغام برامون داره. این
که دیگه توی این مسابقات حاضر نخواهد شد و دلش میخواد کل خانوادهش آخرین حضورش به جام جهانی رو از نزدیک ببینن. شماره 9، ادن هازارد. با اتفاقاتی که اخیراً برای هازارد افتاد، ممکنه کلاً از فوتبال خیلی زود کنار بره. اون اصلاً تو بازی‌های اخیر رئال مادرید حضور نداشت. از اونجایی که فقط چند ماه دیگه 32 سالش میشه، میتونه به بازنشستگی هم فکر کنه. با وجود اینکه اصلاً برای باشگاهش بازی نمی‌کنه، احتمال خیلی زیاد تو ترکیب بلژیک فیکس خواهد بود. ولی خب میتونه آخرین فرصتش برای بازی تو این تورنمنت مهم باشه. شماره 10، لیونل مسی. فوق ستاره آرژانتینی هم یکی دیگه از بازیکن‌هایی است که برای آخرین بار همراه تیمش تو این رقابت‌ها حاضر میشه. آینده فوتبالی لیونل مسی داغ‌ترین بحث بین فوتبالی‌هاست. تو بایان این فصل قراردادش با PSG تموم میشه و هنوز مشخص نیست بعدش چه تصمیمی میگیره و برای کدوم باشگاه بازی میکنه. اما چیزی که ازش مطمئنیم اینه که جام جهانی 2022 آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ایش خواهد بود. چون خودش تو مصاحبه‌هاش گفت کاپیتان سابق بارسلونا چندین بار تو رقابت‌های ملی شکست خورد، اما در نهایت با برنده شدن کوپا آمریکا طعم لذت تو لباس آرژانتین رو هم چشید. بنابراین اگه الان فوتبال رو کنار بذاره، به عنوان یه بازیکن خوشحال این کار رو انجام داد. یه جام جهانی دیگه هم پیش روش داره که خیلی دلش میخواد به دستش بیاره. او خیلی زود PSG رو برای قطر ترک کرد تا بتونه بهترین نتیجه رو بگیره. برای اینکه بفهمیم بالاخره کدومشون تورنمنت رو با موفقیت به پایان میرسونن، فقط چند روز باید صبر کنیم. در ضمن ویدیوهای زیر هم میتونن خیلی براتون جالب باشن. تو ویدیوهای بعد میبینمتون.